با سلام و وقت بخیر خدمت فالوورها و اعضای محترم کانال لیلی کندی، خانواده بزرگ من، دوستای گلم، خانواده عزیزم. اومدم اینجا امروز توی ویدیوی کوتاه یه سوالی که شما بارها از من پرسیدین و در مورد زندگی شخصی خودم بوده و مجالش نبوده که توی اینستا جوابتون رو بدم، چون ویدیوهای اینستا خیلی کوتاه باید دانلود بشه. اومدم اینجا براتون توضیح بدم توی این ویدیو، امیدوارم که همگی بتونید ببینید. سوالی که تو چرا انقدر زود و چجوری انقدر زود مادر بزرگ شدی؟ اومدم از صحبت‌های کلیشه‌ای و اینا خوشم نمیاد و دوست دارم گپمون خیلی خودمانی باشه. و در کنار اینکه من روانشناس هم نیستم که بخوام موعظه و پند و اندرز بدم، اما این چیزی که دارم میگم تجربه شخصی خودمه. بچه های ما هیچ موقع اونی که ماها میخوایم و اون جوری که ماها میخوایم پیش نمیرن، مخصوصا بچه های این دور زمونه، و همیشه اون جوری که خودشون دوست دارن میشن و خودشون هدفشونه و خودشون شاد هستن باهاش. و ما اگه بخوایم اونا رو تحت فشار قرار بدیم هیچ تأثیر نداره جز که از دستشون میدیم. اونا نیومدن به این دنیا که آرزوهای ما رو برآورده کنن، اونا اومدن توی این دنیا که اونجوری که خودشون دوست دارن زندگی کنن. وظیفه ما نسبت به بچه ها به عنوان خانواده اینه که در کنارشون وایسیم، باشون صحبت کنیم، راه و چاره رو نشونشون بدیم. نهایتا انتخاب با خودشونه، ما نمیتونیم تحت فشار بذاریمشون. حالا اینو گفتم که بفهمید که من هم حتی اگه مخالف بودم هیچ موقع زورم به دخترم نمیرسید و دامادم که جلوی این بچه آوردن زود هنگامشون رو بگیرم. و تنها دلیلی هم که من دوست نداشتم مهتاب دخترم زود بچه بیاره این بود که مهتاب درسش تموم نشده بود و دانشگاه نمیرفت و من نگران آینده خودش، آیندهش با متین، آینده کل خانوادهشون بودم. با اینکه دامادم پسر فوق‌العاده خوبیه، مثل پسر نداشته خودم دوستش دارم و خیلی قبولش دارم، و دخترش هم که اصلا تکه از قلب منه و واقعا یه قسمتی از وجود منه، اما به عقیده خودم و نظر خودم اون زمان فکر میکردم که الان وقت درستی برای این کار نیست. بنابراین اینو بدونید، اینا رو مقدمه گفتم بدونید که من اطلاع نداشتم که دخترم بارداره. مهتاب زمانی که باردار شد با متین، شهر دیگه دانمارک زندگی میکردن که از جزیره ما خیلی فاصله داشت، 2 ساعت و نیم با قطار باید میومد و میرفت، و اونا شیلند بودن، جزیره شیلند دانمارک، ما جزیره یولند دانمارک بودیم. و زمان کرونا این مهتاب باردار بود که توی زمان کرونا راه‌های ارتباطی قطع بود، قطارها تعطیل بود، سیستم ترانسپورت و حمل و نقل خلاصه تعطیل بود و من متوجه باردار شدن دخترم نشدم. تصویری که باهاش حرف می‌زدم میدیدم که این مقداری چاق شده، ولی خب به میگو مامان به خاطر کروناست که باشگاه ها بسته است، ما نمیتونیم بریم ورزش، به خاطر همین من چاق شدم. و خب نرمال مهتاب قبلش در ماه 1 هفته میومد به ما سر میزد، حالا یا خودش یا با متین دامادم، اما توی اون دوره کرونا بهونه کرده بود که ماشین هم داشتن ها، ولی بهونه کرده بود که به خاطر کرونا نریم بیایم بهتره و فلان. منم هیچی نمیگفتم و ولی متوجه چاق شدنش شده بودم. حالا اینا چرا به من نگفتن؟ چون که توی دانمارک زیر 3 ماه تو میتونی بچه رو بری سقط کنی، و متین و مهتاب نقشه کشیده بودن که به من نگن، چون ممکن بود من بهشون بگم که برید بچه رو بندازید چون الان زوده، درستون رو نخوندین و از این بساط. مهتاب هم 19 سالش بود، آقا متین هم 24 سالش بود، 23 یا 24 سالش بود. خلاصه که من متوجه می شدم چاق شده ولی نمی دستم چرا، فکر کردم به خاطر چاقی معمولیه. تا اینکه مهتاب خانم تصمیم گرفته بود به من بگه، چون 5 ماه شده بود و دیگه احتمال این که من بخوام فورسش کنم و تحت فشار بذارمش که بچه رو بنداز تقریبا صفر شده بود، و دیگه خب باید به مادرش هم می گفت، من باید اینجا مثلا برای بیمارستانش برای دکترش می رفتم کمکش می دادم، باید می فهمیده. یه روز زنگ زد به من گفتش که من دارم میام کالینگ. گفتم مامان جون قطار مطار اینا؟ گفتم با متین بیا. گفت که نه متین سر کار میره، سر کار نمیتونه بیاد، خودم میام. گفتم اوکی. خلاصه پاشد اومد و من دیدم این یه ذره توپل موپل شده، ولی خب چون هممون توی خانوادمون استعداد چاقی و توپل شدن داریم، با ذهنم سمت اون قضیه نرم.
بعد اون روزی که اومد یادم قشنگ چهارشنبه بود یا پنجشنبه و خلاصه ویکند قرار بود خونه ما باشه، به من گفت مامان دوستاتو نمیخوای جمع کنی دور هم یه جایی بریم؟ گفتم که چی شده؟ این مهتاب اصولا زیاد آدمی نیست که خیلی دوست داشته باشه برعکس خودم دور همی و توی جمع رفتن و دوست داره، ولی اینجوری نیست که پیشنهادشو بده دور هم بذار. گفتم چی شده حالا؟ گفت نه مامان بریم ساحل دم مغازه یکی از دوستان، رستوران دارن اونجا، بریم اونجا غذا بخوریم و خانما رو جمع کن تا بریم اونجا دور هم. حالا من خبر نداشتم که این نقشش اینه که من رو در مقابل عمل انجام شده قرار بده و من جلوی دوستام نتونم با این دعوا کنم یا بخوام یه رفتار چی میگن یه ریاکشن بدی نشون بدم. این نقشش این بود که این کار رو، این خبر رو جلوی دوستان بهم بگه. بعد خب من توی گروهی داشتیم توی تلگرام نوشتم که خانم ها حدود 13-14 نفر بودیم، گفتم خانم ها فردا هوا خوبه، دوست داریم بریم ساحل، بریم رستوران همین دوستم که میگم غذا بخوریم و دور هم باشیم. خیلی هاشون اوکی دادن، 10-12 نفر رو خلاصه جمع شدیم اونجا. رفتیم و بعد از اینکه رفتیم اونجا مهتاب به من دیدم بچه‌م استراب داره، مضطربه. بهش گفتم مامان چته و اینا، گفت که بیا بریم یه دقیقه با هم لب آب قدم بزنیم. من تعجب کردم، حالا تو جمع تو تا دیروز خونه من بودی با من حرف نمیزدی، الان میخوای لب آب بری با من قدم بزنیم؟ گفتم بریم قدم بزنیم. بعد خانم برام مکالمه هم از حفظ کرده بود که مثلا یه جوری بگه که از نظر رتوریک یا علم کلام بتونه منو پرسوید یا قانع کنه و من ناراحت نشم و کمترین شوک و کمترین ضربه به من وارد بشه. خلاصه که به من گفت که پاشو بریم راه بریم، میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم مامان جون اگر خصوصی که بذار تو خونه بگو، اگر هم چیزی که خصوصی نیست همجا توی جمع بگو، اشکال نداره. گفت مامان جون خبری که میخوام بهت بدم دو حالت بیشتر نداره، شما یا میپذیری و در کنار من وای میسی به عنوان مادر و من رو ساپورت میکنی، و حالت دوم اینه که به من بگی دیگه نیا، دیگه نبینمت و کلن منم به تو حق میدم و به حرفت گوش میدم، انتخاب با خودته. گفتم بگو زود حرفتو بزن، استرس دارم، زود بگو ببینم چی میخوای بگی. گفت مامان من و متین تصمیم گرفتیم که بچه بیاریم و من 5 ماهمه و همین، به تو هم نگفتم چون ترسم به من بگی برو بنداز، و من بچه که بودم تو جوان بودی، همیشه با من توی مدرسه می اومدی یا توی جامعه یا مامان جوان داشتم خیلی خوشم می اومد، بنابراین تصمیم گرفتم که منم بچه داشتم. حالا دوست من روبرو من نشسته و میگه ای کاش من از تو، از صورت تو فیلم گرفته بودم. من همینجوری اینجوری نگاهش کردم، یه حدود 3-4 دقیقه بهت زده، یه نگاه هم به شکمش کردم. اینا رو دوستم میگم، من نمیدونم، اونایی که تو جمع رو به روی من نشسته بودم میگم. دوستم میگه، بعد بهم گفت، بهش اینجوری نگاه کردی، فقط یه لبخند زدی، گفتی خاک تو خودت کنن خاک، بعدم زدی زیر خنده. بعد دیگه هیچی، دوستام دورم رو گرفتن و بگو بخند و داری مامان بزرگ میشی و خلاصه یه جوری که من یادم بره. حالا من 5 دقیقه یه بار یادم میومد این قضیه و هی اینجوری میرفتم تو فکر این بچه درستشو نخونده، جوون خودش 19 سالشه، نمیدونم فلان. خلاصه ناراحت بودم و بعد اومدم تو خونه و حالا این قسمت خنده دارشه، اومدم تو خونه دلم خنک نشده بود هنوز، یک پیغام انقدری 2 صفحه‌ای توی اینستاگرام متین دامادم که خیلی هم دوستش دارم و دوستش هم داشتم، ولی خب با بچه دار شدن زود هنگامشون موافق نبودم، نوشتم که الان هر موقع مثلا من دارم ملیکا رو بوس میکنم، ملیسا رو میگم، ملیکا، انقدر ملینا، ملیکا، ملیسا داریم تو خانوادمون، ملیسا نوه قشنگم رو بوس میکنم و مثلا قربون صدقش میرم، دامادم اسکرین شاتو چند وقت یه بار برام میفرسته، از خنده میمیرم که چه چیزایی توی این متن من بهش گفتم. حالا اون بماند، ولی همش میگه، همش میاد نشونم میده، میگه که مادر خانم جان اینا رو یادته به من گفتی و من قش میکنم. میگم خب دیگه نشونم نده. بعد ولی خب دیگه انجام شده بود و اینا، دیگه سعی کردم توی حاملگیش خیلی کنارش بودم، میومد بهش میرسیدم، هر ماه سرش میزدم، وقتی زایمان کرد تا 5-6 ماه
هر هفته میرفتم غذاهاشو، حتی غذای خونهشو میپختم، فریز میکردم که بتونن، چون دامادم سر کار میرفت نمیرسید که خیلی بخواد کنارش باشه، خودشم که خب یه دختر بچه کوچیک بود. و الان خیلی خدا رو شکر میکنم و عاشق نوامم و این بچه عزیزترین موجود زندگی منه، یکی از عزیزترین هاست که اصلا الان که اومدم انگلیس زندگی میکنم، هر ماه 7-8 روز هم به خاطر ملینا، هم به خاطر مهتاب و هم به خاطر این دختر کوچولو باید کنارش باشم. و گفتم بیام، این تجربه خیلی خوبیه مادر بزرگ شدم. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه یک تکه از قلبتونه ولی اون دردسرای بچهای خودتون رو نداره واسه بزرگ کردن. مسئولیتش با دو نفر دیگه است ولی فقط شما لذتش رو میبرین. و خیلی دوستش دارم و بهترینا رو براش میخوام، سوا اینکه خب پدر مادرش هم خیلی دوست دارم، اونا عزیزای زندگی من و بچه‌شون هم به تبع همینجوری میشه. و ملینا هم که دیگه از خوشحالی، ملینا که دیگه اصلا دختر کوچیکم داشت بال در می آورد از اینکه قرار خاله بشه. بچه هم مثلا فکر کنید مثلا 8 بود قرار بود خاله بشه. و چقدر هم الان با هم دوستن، چقدر هم با هم حال میکنن، چقدر هم ملیسا چقدر ملینا رو دوست داره و چقدر بهش وابسته است. و فکر میکنم یکی از کساییه که از همه بیشتر توی زندگی بعد از پدر مادرش دوستش داشته باشه، چون همش میانا میکنه. اسمش ملیناه ولی ملیسا بهش نمیگه خاله، میگه میانا، نمیتونه بگه ملینا. خلاصه که این تجربه زندگیم بود. خیلی در موردش سوال پرسیده بودین توی دایرکت و همش با علامت سوال و تعجب، چطور ممکنه، چی، مگه میشه، و پرسیده بودید. منم گفتم این تجربه رو بیام باهاتون به اشتراک بذارم. خودم هم حدود 17 سال دانمارک زندگی کردم، حدود 1 معلم بودم توی دانمارک، حدود 1 اومدم انگلیس و فعلا سر کار نمیرم چون اکثر اوقات در سفریم که ویدیوها و لایکاشو میبینین. و همین قدم سر صدا از بیرون میاد، گفتم بیام این تجربه رو براتون بگم. قربون شما برم، امیدوارم جواب سوال هاتون رو داده باشم و تشویقتون، جوونا رو تشویق نمیکنم زود بچه بیارین، اما اگه هم این اتفاق افتاد، اتفاق خیلی شیرینیه مثل تمام اتفاقای دیگه زندگی. و ما فقط میتونیم در کنار بچه‌هامون باشیم. این چیزیه که تجربه خودمه. ما هیچ وقت نمیتونیم مجبورشون کنیم اون راهی رو که ما میخوایم برن. ما فقط میتونیم باهاشون صحبت کنیم و مسیر رو نشونشون بدیم. انتخاب با خودشون. قربون شما برم، مرسی که به حرفام گوش دادین. اگر عضو کانال نیستید که ایشالله بشین، اگر عضو پیج اینستاگرام نیستید اینستا رو فالو کنید و نظراتتون رو زیر ویدیو بنویسین، خوشحال میشم. قربون شما، وقتتون بخیر.